سلام دوستان در این ویدیو یک آپدیت از کل مارکت از بیت کوین از ان از متاورس و از بعضی آلت کوین ها برتون میدم از جمله ایتریوم سولانا کاردانا و بعضی آلت کوین های دیگه برتون پیشنهاد میدم که ویدیو تا آخرین دقیقه با ما همراه باشین قبل شروعی شروع این ویدیو یک لطف کنید که همتون بریم پایین ویدیو دکمه لایک کلیک کنین جدید هستین در کانال کانال سابسکرایب کنین زنگوله کنارش رو آل قرار بدین تا ویدیوهای جدید یوتیوب از دست ندین همین لحظه که من ویدیو رو براتون میگیرم ارزش کل بازار کریپتو روی 929 میلیارد دلاره بودن در نیم درصد کاهش در 24 ساعت گذشته دامنانس بیت کوین روی 39.6 درصد و مال اتریوم 17.1 درصد قیمت بیت کوین 19200 دلار اتریوم حدوداً 1300 دلار بی این 283 دلار اکس 45 سنت کاردانا هم 42 سنت سولانا روی 32 دلار شاخص دلار در حال حاضر روی 112.17 شاره 17 هسته. در این دو روز گذشته پس دوباره شروع به رشد کرده و بازار بورس و کریپتو در واقع کدام تغییر خاصی دهشان نیامده در همون قیمت های چند روز گذشته هسته ولی بله از نگاه فاندامنتال حالا گذشته از قیمت کل بازار کریپتو NFT متاورس همیشه وقت در حال توسعه و پیشرفت است که من میخوام در این ویدیو از چند تایش برای شما معلومات بدم یکی از بانک های به نام ایروسیان بانک میباشن اگر نامش اشتباه تلفظ میکنم ایروسیان بانک برنامه دار که در آخر امسال کارت های کریپتوی در کذاکستان لانچ کنه کارت که با ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده Uh, یعنی شهروندان کذاکستان با استفاده از کارت ها هر چیزی که خواسته باشن خرید کنند دقیقا شبیه کارت های بانکی عادی به معنی که این بانک در کذاکستان همی الان در حال خرید بیت کوین هست چون این کارت ای ها پشتوانش بیت کوین پشتوانش ارزهای دیجیتال هست و این طرف دیگه بزرگترین صندوق سرمایه گذاری جهان بلک راکی بعدیا کارهای خیلی بزرگ در دنیا ارزهای دیجیتال انجام داده. تازه اعلام کردن که اونا میخواین یک ETF مخصوص متاورس لانچ کنه یک ETF که مثلا پشتوانه از تکنولوژی متاورس است حالا بعضی کمپانی های مختلفی که در دنیا متاورس کار میکنه بعضی پلتفرم های مختلفی که در دنیا متاورس کار میکنه یعنی دقیقا شبیه S&P هسته شما مثلا میتونید برین روی ETF سرمایه گذاری کنید که داخل و ETF یک سبد هست که داخل و ETF شاخه های مختلف از تکنولوژی متاورس است ببینید بیت کوین بیش از دوازده سال میشه که وجود داشته تا امروز بلک راک حالا به تازگی اونا اعلام کردن که این ETF بیت کوین را لانچ کنن ولی در این 12 سال گذشته اونا هیچ کاری برای بیت کوین انجام ندادن همچنین ETF برای بیت کوین لانچ نکردن اما متاورسی که فقط یک سال میشه بین مردم شهرت پیدا کرده مردم با این متاورس آشنایی پیدا کرده و هنوز کسی هم از متاورس استفاده ای آنچنانی نکرده بلک راک بزرگترین صندوق سرمایه جهان میخواد برای متاورس یک ETF مخصوص لانچ کنه حالا اگر شما اینجا بپرسید که چی ETF ETF مخفف Exchange Traded فاند است یک قرارداد داره که شما میتونید در بازارهای مالی بین معامله کنید همال ETF خیلی چیزا در بازار بورس جهانی در بورس اروپا در بورس آمریکا وجود داره یعنی وقتی که بلاک راک از متاورس ETF لانچ کنه این ETF در تمام بازارهای مالی قابل معامله هسته نه تنها, در... تنه فقط در بازار ارزهای دیجیتال اونایی که علاقمند ورزش هستین حتما لالیگا رو میشناسین لیگ اسپانیا با گلوبان که پلتفرم وب 3 هسته کدام توکنی نداره با اینا یک پارتنرشیپ قرارداد همکاری رو شروع کردن لالیگا میخواد روی گلوبان کلا همین تکنولوژی وب 3 متاورس ان اینها رو گسترش بدن برای خودشان روی گلوبال خبر بزرگ برای کل بازار کریپتو حالا اینا نمیتونه تنها مخصوص فقط برای ان و متاورس باشه قطعا کسانی را که لالیگا از طریق اینا وارد دنیای کریپتو کنه وارد دنیای متاورس کنه و یه اشخاص صد درصد میتونه دسترسی به دیگه فناوری بلاک چین پیدا کنه منظورم نه تنها متاورس نه تنها این دیفای و نه تنها بیان کاری روی اینا انجام بدن قطعا میتونن سرمایه گذاری هم روی ارزهای دیجیتال کنن خلاصه کل تکنولوژی بلاک چین هر روز در حال توسعه و پیشرفت است کوینکس یک صرافی که سمت آسیا مردم زیاد ازش استفاده میکنه با راگبی لیگ ورلد کاپ پارتنرشیپ شروع کردن حالا من دقیق نمیشناسم نامش تا حد شنیدم اونایی که علاقمند ورزش هستین اگر در موردی زیاد میدانین در کامنت بنویسین وارنر موزیک یک از بزرگترین لیبل های موزیک هسته که با آرتیست های خیلی زیاد کار میکنه مثلا با جک پاوس ملان سنوب داک ام ام اینا با اوپنسی بزرگترین مرکز معاملات NFT یک پارتنرشیپ قرارداد همکاری شروع کردن اگر ما بریم در پروفایل اوپنسی اوپنسی یک پروفایل مخصوص برای آرتیست ها ساخته اگر شما از سپاتیفای استفاده کنین بیاین در پروفایل آرتیست در اوپنسی با پروفایل آرتیست در سپاتیفای هیچ فرق بینشان نمی این رو بپذیرین که اسپاتیفای جدید و مرکز هالیود جدید مرکز فیلم و سریال جدید اوپنسی هست و نه تنها اوپنسی یعنی کلا پلتفرم هایی که در دنیای ویب تری کار میکنن یعنی در قشنگ پروفایل آرتیست در اوپنسی هست همچنین چیزی را ما دو سال قبل اصلا نداشتیم ببینید که هر روز اوپنسی چی کارهای انجام میدن و از این بعد شما میتونید روی اوپنسی مستقیم با حساب بانکی تان NFT خرید کنین قبلا اینطوری بود که شما باید اتریوم می بعد با اتریوم NFT می میخریدین و NFT فقط میتونه با اتریوم بفروشین یعنی برای کسی که بفروشین و که او شخصی که NFT راستون خرید میکرد براتون اتریوم پرداخت میکنه از این بعد شما میتونید مستقیم با کریدیت یا دیبیت کارت در اوپنسی نفتی خرید کنید خبر خیلی خوب برای دنیای NFT ای و این طرف دیگه یک از بزرگترین یا بزرگترین کمپانی مخابراتی در اروپا به نام دوچ تلکام اینا اعلام کردن که میخواین والدیتور ایتریوم بشه والدیتور یعنی مثلا ما بریم یک مقدار از ایتریوم استیک کنیم بعدش تایید تراکن شبکه بدیم اونا رو ما برش میگیم ولیدیتور خب چون انوز ولیدیت کردن ایتریوم برای همه امکان پذیر نیست تو فکر کنم حداقل باید 32 تا ایتریوم داشته باشی برای اینکه برای اینکه بتونی مثلا نود روی شبکه آره 32 تا 32 تا اتریوم که میشه 43000 دلار برای 32 تا اتریوم داشته باشه برای اینکه بتونی اتریوم تست کنی و تایید تراکنش روی شبکه اتریوم بده شاید همه توانی را نداشته باشه اما این کمپانی آلمانی دوش تلکام اینا میخوان خب تعداد زیاد اتریوم بیارن روی شبکه اتریوم استیک کنن تایید تراکنش شبکه بدن بعد مشتریان ای کمپانی میتوانند با ایتریوم خیلی کم مثلا روی ایتریوم خیلی کم روی دوش تلکام سرمایه گذاری کنه یک جورایی مثلا ما میریم پول ما برای این کمپانی مسپاریم و این کمپانی نظر به همون مقدار پول ما برای ما سود میده با اینکه اگر ما نمیتونیم خود ما مستقیم استیک کنیم اینا مثلا ایتریوم های اشخاص خیلی زیاده جمع میکنن و استیک میکنن حالا میتونن یک سودی خودشانم خودشان هم بگیرن بعد برای ما هم سود بدن خبر خیلی خوب برای ایتریوم منظور یک از بزرگترین یا اینجا بزرگترین کامپانی هسته. که نشته بزرگترین کمپانی مخابراتی اروپایی هست امید دوش تلکام اونایی که آلمان زندگی میکنین صد سا در صد میشناسین ایتریوم کیلر قاتل ایتریوم سولانا باز دوباره تراکنش شبکه استوب شدن نمیدونم این بار نهم و بار دهم و بار چندم هستن واقعا این مشکلی سولانا داره زیاد میشه و خیلی افتضاح هم میشه فکر کنم دیروز اتفاق افتاده بود که شبکه سولانا با مدت 18 ساعت نا از از دسترس خارج شده بود یعنی تو نمیتونستی تراکنش روی شبکه سولانا انجام بده نمیتونستی کار روی انجام بده نمیتونستی کار روی NFTش انجام بده بعد این طرف دیگه اپگریت واسل هارد کاردانا بعضی تغییرات بزرگ روی شبکه کاردانا آورده از جمله بعد از این اپگریت واصل هارد کاردانا سایز تراکنش های کاردانا از 14.3 کلو, 14 کلو باید رفته پایین به 1.31 کلو یعنی مصرف برقش در هر تراکنش و این طرف دیگه هزینه تراکنش های شبکه کاردانا از 1.44 اشاره چل چار کاردانا رفته پایین به صفر و سه کاردانا واقعا ایمپروفمنت یعنی پیشرفت خیلی خوب برای کاردانا خب فعلا وضعیت کل بازار کریپتو خرابه ما در بازار خرسی هستیم منتا اینا پیشرفت خیلی خوبه که در کل بازار کریپتو داره پروژه های ارزی داره این هم بود از ویدیو امروز امیدوارم که ویدیو براتان مفید بوده باشه تا ویدیو بعد خدا نگهدار